گزارش های تکمیلی از قیام روز شنبه هموطنان بختیاری. درگیری های جوانان دسفول با نیروهای سرکوبگر انتظامی، اعتراضات هموطنان بختیاری در اصفهان و شهر کرد، تظاهرات دانشجویان اهوازی در حمایت از خیزش هموطنان بختیاری. بر اساس گزارش های تکمیلی روز شنبه 26 بهمن، مردم دسفول در اعتراض به توهین رژیم به هموطنان بختیاری، پمپ بنزین مستقر در یعقوب لیث، میدان فتح المبین را به آتش کشیدند. ساعت 21:30 درگیری در خیابان طالقانی ادامه داشت. تمرکز اصلی این درگیری ها در میدان فتح المبین و منطقه سبز قبا بود. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی برای جلوگیری از پیوستن مردم جاده شوشتر را بستند. همچنین در جاده اندیمشک در ورودی دسفول به طور گسترده مامور مستقر کردند و تمامی خودروها را بازرسی می کردند. گزارش دیگری از دسفول هاکیست، در جریان درگیری های روز شنبه مردم دسفول به یک کلانتری در این شهر حمله کردند. شیشه هایش را شکستند و خودروهای آن را به آتش کشیدند. رژیم آخوندی از اهواز نیرو به دسفول اعزام کرده است. تظاهر کنندگان در مقابل فرمانداری رژیم در دسفول شیشه خودروهای دولتی را شکستند. در جریان حمله مردم خشمگین دسفول به فرمانداری رژیم، فرماندار رژیم در این شهر توسط تظاهر کنندگان گوشمالی داده شد و به شدت مجروح شد. مردم معترض دسفول همچنین به پمپ بنزین ولی‌آباد حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. مردم معترض دسفول مسیر دسفول به شوشتر را بستند. گزارش‌های دریافتی هاکیست، در دسفول یک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار شده است. در مسجد سلیمان روز شنبه 26 بهمن جوانان معترض در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر دست به تظاهرات زدند و با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شده و چند خودرو را به آتش کشیدند. هموطنان بختیاری مقیم اصفهان روز شنبه مقابل مرکز رادیو تلویزیون رژیم در این شهر دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی با باتون و گلوله پلاستیکی و گاز اشک‌آور به تظاهر کنندگان یورش بردند. تظاهر کنندگان نیز با سنگ و روشن کردن آتش به مقابله با ماموران پرداختند. آنها شعار می دادند: وای اگر من دست به برنو بزنم. تظاهر کنندگان همچنین در سر پل خواجو سه موتور ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی را به آتش کشیدند. تظاهر کنندگان با تهاجم به ساختمان رادیو تلویزیون رژیم در اصفهان، تابلوها و دوربینهای آن را شکستند. مردم ایزه روز شنبه 26 بهمن به خیابانهای این شهر ریختند و خشم خود را نسبت به رژیم ضد بشری آخوندی نشان دادند. در پلاکاردهایی که توسط مردم حمل می شد نوشته شده بود: توهین به بختیاری، توهین به ملت ایران است. مردم شهر کرد روز شنبه 26 بهمن در اعتراض به توهین تلویزیون رژیم آخوندی به هموطنان بختیاری تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان از مرکز رادیو تلویزیون رژیم تا میدان دانشگاه راهپیمایی کردند و شعار می‌دادند: مرگ بر زرقامی، بختیاری، اتحاد، اتحاد. دانشجویان اهواز حوالی ساعت 11 روز شنبه 26 بهمن با وجود حضور تعداد زیادی از نیروهای امنیتی رژیم آخوندی در حمایت از هموطنان بختیاری در منطقه امانیه فلکه ساعت تظاهرات کردند. دانشجویان معترض شعار می‌دادند: اصالت بختیاری رعایت باید گردد.
دانشجویان احوازی به این ترتیب اهانت رادیو تلویزیون رژیم آخوندی به هموطنان غیور بختیاری را محکوم کردند. دانشجویان دانشگاه آزاد زاهدان طی بیانیه حمایت خود را از خیزش هموطنان بختیاری علیه حکومت آخوندی ابراز کردند. در این بیانیه آمده است: انزجار خود را از هر گونه توهین به اقوام تحت ستم ایرانی ابراز می کنیم. امید است مردم قهرمان دسفول و هموطنان بختیاری به ندای اعتراض در هر فرصت، هر زمان و هر مکان لبیک گفته و به پیکار قهرمانانه خیش ادامه دهند و بدانند که مردم تحت ستم بلوچستان را نیز در کنارشان خواهند داشت. وزیر کشور کابینه آخوند روحانی رحمانی فضلی از خشم و خیزش هموطنان بختیاری ابراز وحشت کرد و به غلط کردم گویی افتاد. به گفت: در این نوع اتفاقات که در کشور می افتد باید مواظب باشیم دشمنان سوء استفاده نکنند و هزینه هایی به وجود نیاید. امیدواریم این موضوع با توضیحاتی که صدا و سیما خواهد داد و اقداماتی که انجام می دهد حتما مرتفع شود و دلجویی مناسبی از این اقوام به عمل آید. وی با نگرانی افزود: تجمعاتی در اهواز، اصفهان و برخی از نقاط وجود داشته و افرادی در داخل این تجمعات قصد داشتند استفاده های نابجایی کنند.